بار. آلی لبخند می زند. لبخندش قطع نمی شود. به من هر نوع لبخندی که وجود دارد می زند تا اینکه نگاه های مهرآمیز من با صدای قار و قور شکم آلی قطع می شود. گمونم باید یه چیزی بخوریم. حیف تو خوراکی نیستی. بلند می شود می نشینم. آلی با یک حرکت بیرون می آید و در اتاق راه می افتد. کاملا برازنده و چابک. الان اسرائیل نیست. همه چیز فرق کرده و در این حال همان است. من همان مدی هستم. آلی همان آلی است. اما هر دوی ما یک جورهایی بزرگتر شدیم. شناخت دیگری از او پیدا کردم و من هم حس می کنم می شناسدم. رستوران درست در ساحل و میزمان رو به اقیانوس است. دیر وقت است. ساعت 9 شب. به خاطر همین نمیتوانیم واقعا رنگ آبی آب را ببینیم. فقط امواج کفالودی را که به ساحل میکوبند میبینیم. صدایش فقط در پس زمینه موسیقی و همهمه اطرافمان شنیده میشود. آلی سر به سرم میگذارد. فکر میکنی توی لیست غذاهاشون هیوم یو هیوم یو هم داشته باشن؟ به شوخی میگوید که میخواهد همه ماهیهایی را که موقع غواصی دیدیم بخورد. میگویم گمون نکنم ماهیهای رنگی بومی منطقه را به عنوان غذا سر میز بیارن. هر دویمان به دلیل آن همه فعالیت روزانه داریم از گرسنگی میمیریم. به همین خاطر هرچه پیش غذا در لیست هست سفارش میدهیم. پوک، تن ماهی مزه‌دار شده با سس سویا، کیک خرچنگ، میگو سوخاری نارگیلی، پیراشکی خرچنگ دریایی و گوشت تنوری. در تمام مدت غذا خوردن از هم دست بر نمی داریم. بین لقمه های غذا و قلوب های آب آناناس همدیگر را عاشقانه نگاه می کنیم. صندلی ها را جا به جا می کنیم به طوری که درست کنار هم بنشینیم. به هم نگاه می کنیم و بدون هیچ دلیلی می خندیم. شاید بدون دلیل هم نیست، بلکه به خاطر این است که دنیا تازه آن موقع فوق‌العاده به نظر می رسد. برای ما ملاقات با هم، عاشق هم شدن، با هم بودن فراتر از هر چیزی است که هر کداممان تا به حال تصورش را کرده بودیم. آلی پیراشکی خرچنگ دریایی دومی را سفارش می دهد. تو خیلی گرسنه‌ام می کنی. آواز می خواند و ابروهایش را بالا و پایین می اندازد. گونه‌ام را نوازش می کند و در دستایش معذب می شوم. این بشقاب را آهسته تر می خوریم. این آخرین بشقاب ماست. شاید اگر فقط اینجا بنشینیم، اگر ندانیم که زمان می گذرد، آن وقت این روز فوق‌العاده کامل ناچار نباشد به پایان برسد. پیش خدمت موقع رفتن به همان می گوید که زود برگردیم و باز به آنجا سر بزنیم و آلی قول می دهد که این کار را بکنیم. پشت به چراغ‌های رستوران و رو به ساحل تاریک دور می‌شویم. بالای سرمان ابرها روی ماه را پوشاندند. صندل‌هایمان را در می‌آوریم، تا لب آب قدم می‌زنیم و پنجه پاهایمان را در شن‌هایی که دارند سرد می‌شوند فرو می‌بریم. امواج شبانگاهی قوی‌تر و پرسر و صداتر از امواج روز می‌غرند. هر چه دورتر می‌رویم، افراد کمتری را می‌بینیم. تا اینکه کم کم حس می‌کنیم انگار تمدن را پشت سر گذاشته‌ایم. با آلی به طرف شن خشک می‌رویم و جایی برای نشستن پیدا می‌کنیم. دستم را می‌گیرد. بابام بعد از اولین باری که کتکش زد از همون معذرت خواست. خیلی بی مقدمه این جمله را گفت. لحظاتی طول کشید تا بفهمم از چه چیزی حرف می‌زند. گریه می‌کرد. شب آنقدر تاریک است که بیش از آن که سرتکان دادنش را ببینم آن را حس می کنم. دور هم نشستیم و اون گفت که متاسفه. گفت دیگه هیچ وقت تکرار نمیشه. یادم کرا اونقدر عصبانی بود که حتی بهش نگاه نمی کرد. می دونست که اون دروغ میگه. اما من باورش کردم. مامانم هم باورش کرد و به همون گفت که همه چی رو فراموش کنیم. اون گفت پدرتون دوران سختی رو گذرونده. اون گفت که بخشیدتش رو گفت که ما هم باید ببخشیمش. دستم رو رها می کند. تا سال بعد دیگه اونو نزد. خیلی زیاد می نوشید. سرش داد می زد. سر هممون داد می زد.
اما مدت‌ها بود دیگه کتکش نمی‌زد. لحظه ای نفسم را حبس کردم و سؤالی را که می‌خواستم بپرسم پرسیدم. چرا ترکش نمی‌کنه؟ می‌قرد و لحنش تند می‌شود. فکر می‌کنی ازش نپرسیدم؟ روی شن دراز می‌کشد و دستایش را زیر سرش قفل می‌کند. گمونم اگه بیشتر وقتا میزدش ترکش میکرد. اگه فقط یه کمی عوضی تر بود شاید میتونستیم بالاخره بریم. همه همیشه میگه متاسفه و اون همیشه باورش میکنه. مینشیند. زانوهایش را در سینه جمع میکند و آرنج ها را به آنها تکیه میدهد. بدنش به شکل قفسی در میآید که نمیتوانم داخلش شوم. وقتی ازش میپرسی چی جواب میده؟ هیچ. دیگه در موردش حرفی نمیزنه. عادت کرده که بگه وقتی بزرگتر بشیم توی روابط خودمون اینو میفهمیم. از خشمی که در صدایش هست تعجب میکنم. هرگز فکر نمیکردم از مادرش عصبانی بشود. پدرش چرا؟ اما مادرش نه. دوباره غضب میکند. اون میگه عشق آدمو دیوونه میکنه. تو اینو قبول داری؟ آره، نه، شاید. بنا نبود از همه جوابا استفاده کنی. تو تاریکی لبخند میزند. آره، بهش اعتقاد دارم. چرا؟ من اینجا توی هاوایی تو آخرش با تو هم، در حالی که برام آسون نیست که اونا رو باش تنها بذارم. قبل از اینکه همه تقصیر به گردن من بیفتد خودم را تبرئه می کنم. تو چی؟ قبول داری؟ آره، معلومه. چرا؟ با تکرار حرفای او می گویم من اینجا توی هاوایی تو آخرش با تو هم. اگه به خاطر تو نبود هرگز خونم رو ترک نمی کردم. که اینطور؟ حالا چی کار کنیم؟ جواب این سوال را نمیدانم. تنها چیزی که از دانستنش مطمئنم این است که همین اینجا در کنار عالی بودن، قادر به دوست داشتنش بودن و محبوب او بودن همه چیز است. باید ترکشون کنی. اونجا برات امن نیست. این را میگویم چون خودش نمیداند. او به همان دام خاطره عشق، خاطره دوران خوشی افتاده که مادرش در آن گرفتار است و این کافی نیست. با هم اقیانوس تقریبا سیاه را تماشا می کنیم. نگاه می کنیم که آب چطور عقب می کشد، بالا می رود و روی شنها می کوبد و سعی می کند زمین را فرسایش دهد. و حتی اگر موفق نشود، عقب می نشیند و دوباره روی ساحل می کوبد. انگار که آخرین بار و اولین باری وجود نداشته و این بار همان باری است که به حساب می آید. مارپیچ. خواب می بینم که از خونه فرار کردم و پسری رو که دوست دارم با خودم بردم. خواب می بینم که اقیانوس رو دیدم و بی پایان بود. تو خواب دیدم که نمی تونستم آخرش رو ببینم. خواب می بینم توی اتاق پرسر و صدا با پسری که دوستم داره خوابم برده و دارم خواب میبینم که با پسری که دوستش دارم از خونه فرار کردم. تو خواب میبینم که اقیانوس رو دیدم و بی پایانه و نمیتونم آخرش رو ببینم. خواب میبینم که توی اتاق شلوغ با پسری که دوستم داره خوابم برده و خواب زندگی رو که دارم میکنم میبینم. خواب میبینم که از خونه فرار کردم و پسری که دوست دارم با خودم بردم. خواب میبینم که اقیانوس پایان. یک نفر مرا در کوره داغ گذاشته و درش را بسته است. یکی روی من نفت ریخته و کبریت روشن کرده. کم کم با بدنی گر گرفته از خواب بیدار می شوم. در آتش می سوزم. این ملافه ها سردند و مرطوب. خیس عرقم. چه اتفاقی برایم افتاده؟ فقط یک دقیقه طول می کشد تا بفهمم که خیلی از چیزها سر جایشان نیستند. از سرما می لرزم، از لرز هم بدتر.
بی اختیار تکان میخورم و سرم تیر میکشد. مغزم زیر فشار شقیقه هایم دارد له میشود. درد پخش میشود و به اعصاب پشت چشم هایم میزند. بدنم کبود شده. حتی پوستم تیر میکشد. اول فکر میکنم شاید دارم خواب میبینم. اما خوابهایم هیچ وقت به این وضوح نبودند. سعی میکنم بنشینم که پتوها را بالاتر بکشم. اما نمیتوانم. آلی هنوز خواب است و روی آنها خوابیده. دوباره سعی میکنم بنشینم. اما درد تا عمق استخوانم میرود. گیره دور مغزم سفت‌تر میشود و حالا یک درفش یخشکن هست که از جاهای مختلف گوشت نرم را سوراخ میکند. سعی میکنم داد بزنم اما گلویم درد میگیرد. انگار روزهای پیاپی مرتب جیغ میکشیدم. بیمار هستم. از بیمار بدترم. دارم میمیرم. وای خدا. آلی این دلش را می شکند. به محض اینکه به او فکر می کنم بیدار می شود. در تاریکی می پرسد: مدی؟ چراغ کنار تخت را روشن می کند و نورش چشمهایم را می زند. چشمهایم را محکم می بندم و سعی می کنم رویم را برگردانم. دلم نمی خواهد مرا این طوری ببیند. اما خیلی دیر شده. صورتش را میبینم که از دست پاچگی رو به آگاهی میرود، رو به ناباوری، بعد وحشت. میگویم یا سعی میکنم بگویم متاسفم، اما فکر نمیکنم کلمات بتوانند از لبهایم خارج شوند. دستش را روی صورتم، گردنم، پیشانیم میگذارد. یا خدا، مادلین، تو داری میسوزی. صدای نخراشیده میگویم سردمه. و ظاهراً وحشت زده تر میشود. رویم را میپوشاند و سرم را بغل میکند. پیشانی خیسم را میبوسد. میگوید: تو حالت خوبه؟ تو خوب میشی؟ من خوب نیستم، اما از مهربانیش است که اینطور میگوید. بدنم با درد می تپد و گلویم انگار متورم و راهش بسته شده است. هوای کافی به من نمی رسد. می شنوم که می گوید: یه آمبولانس لازم دارم. سرم را به اطراف می چرخانم. کی به اون طرف اتاق رسید؟ ما کجاییم؟ پای تلفن است. دارد درباره یک نفر صحبت می کند. یک نفر بدحال. یک نفر حالش بد است. دارد میمیرد. اضطراری. قرص ها اثر ندارند. درباره من حرف میزند. گریه میکند. گریه نکن. کرا حالش خوبه. مامانت حالش خوبه. تو حالت خوبه. تخت خواب فرو میرود. روی ریگ های روان هستم. یکی سعی می کند از درونش بیرون بکشدم. دستهایش داغ است. چرا اینقدر داغند؟ یک چیزی توی آن یکی دستش می درخشد. گوشی تلفنش است. دارد چیزی می گوید. اما کلمات واضح نیستند. یک چیزی می گوید. مامان. مامانت. آره. مامان. به مامانم احتیاج دارم. تقریبا توی راه است. امیدوارم نزدیک باشد. چشمهایم را میبندم و انگشتهایش را فشار میدم. وقتم تمام میشود. قلب من میایستد. و دوباره به کار میافتم. ترخیص بخش اول. فرم ترخیص مربوط به یادگار ماوی. بازنگری 10/1/12. سوابق پزشکی. نام بیمار ویتیر مادلین. مکان یادگار ماوی. تاریخ پذیرش، تاریخ ترخیص. پزشک معالج فرانسیس ملیسا. جمعیت شناختی. سن 18 سال. تاریخ تولد 5/2/1995. جنسیت مؤنث.
نژاد چند نژادی، تشخیص قلبی، سایر.